شیرین نشاط نزدیک به 3 دهه است که توی کارهاش به هویت، تبعیض و جنسیت توجه کرده و مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران در مرکز بیشتر ویدیوها و عکس‌هاش بوده. اما نشاط توی چند مجموعه اخیرش از سوژه‌های غالباً ایرانی خودش فاصله گرفته و سراغ مردم آمریکا رفته. نمایشگاه سرزمین رویاها بیشتر از 60 پورتری جدید نشاط رو کنار یک ویدیوی دو بخشی قرار داده. نشاط توی این مجموعه از گروهی از مردم ایالت نیومکزیکوی آمریکا خواسته تا جلوی دوربین او بشینن. ایالتی که یکی از فقیرترین بخش‌های آمریکاست. سوژه این عکس‌ها بیشتر زن و مردهایی به حاشیه رونده شدن، بومی‌های آمریکایی، آمریکایی‌های آفریقایی تبار و مهاجرهایی از آمریکای لاتین. پورتره‌های به دقت صحنه آرایی شده نشاط مثل همیشه با خط و ادبیات فارسی همراهن. پیش زمینه بیشتر عکس‌های این مجموعه از تصویرسازی‌های چاپ‌ها و متون قدیمی ایرانی الهام گرفته. توی بعضی از این کارها میشه نام افراد رو به خط فارسی در گوشه قاب‌ها دید. دو ویدیوی نمایشگاه روایتی سورئالیستی از فرایند خلق عکس‌های این مجموعه رو تصویر می‌کنه. سیمین که شخصیت اصلی این ویدیو دو بخشیه، سالهای دانشجویی خود شیرین نشاط رو در اواسط دهه 80 میلادی تداعی میکنه. Can I help you? I'm so sorry to bother you. I'm an art student and I have an assignment to photograph people in their homes. I was just wondering if I can take your portrait. It'll only take a few minutes. You're an artist? I'm an art student, but... Come on in. Beautiful. Just one more. Perfect. Thanks. Oh, actually, would you do me one more favor? Favor? Do you mind telling me your last dream? My last dream? It's for this assignment. دوگانه‌های مرد و زن، سیاه و سفید و داخلی و خارجی همیشه در کارهای نشاط حضور داشته. اما این بار مرز بین واقعیت و رویا دوگانه جدید نشاطه که حتی به داستان شکل‌گیری خود نمایشگاه هم رسوخ کرده.